بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دوشنبه 13 می ماه سال 2019 است. ساعت 1:12 ظهر و جناب آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، سلام علیکم و یا الله. آقای رهبر، متاسفانه من بر اساس اتفاقهای روزمره‌ای که داره میفته و همین قضیه مثلا نفتکش‌های عربستان که ظاهرا دیروز پیروز اتفاق افتاده، میخوام فرصت رو مغتنم بشمارم و خدمت شما عرض کنم که اگر که ملت ایران متوجه حرفهای من نمیشن و موضوع خیلی پیچیده است و حالا هر گروه و حزبی واسه خودشون حرفای خودشون رو میزنن، من ضروری میدونم که این 8 موردی که من برای شما درخواست کردم و یه مقدار براتون شفاف سازی کنم، به خاطر اینکه ظاهراً اصلا شما ملتفت نمیشین که مثلا این درخواستای من بر چه اساسیه، اصلا من کی هستم که بخوام از رهبر جمهوری اسلامی ایران بخوام که مثلا این 8 مورد رو جامعه عمل بپوشونن. لذا من خیلی کوتاه و تیتروار براتون میخوام شفاف سازی کنم. بند اول من نوشته بودم اخراج فوری و دادگاهی شدن سریع آقایان حسین طائب، محسن رضایی، محمد قالیباف، محسن ساجدی نیا تو پرانتز محمود سیف و کلیه افراد وابسته به تیم طائب در ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف. من ویدیوهای مختلف زیاد گذاشتم. در یکی از ویدیوها توضیح داده بودم که خب آقای سیف مسئول خرید تمام ماشین‌ها و دستگاه‌ها و اسلحه‌هایی بودن که در داخل ایران برای شورش به کار میره. یک نکته دیگر هم بهش اشاره کرده بودم که ایشون محموله‌های مختلف لبنان و عراق و افغانستان در زمانی که من با ایشون زندگی میکردم و شاهد بودم میفرستادن. لذا حالا همه رفتن سر این که خب حالا به هر حال هر کشوری برای تجهیزات ضد شورش و ضد انقلاب و اینجور چیزا میگیره، که من اصلا اصل موضوعم با شما سر این نبود که آقا چرا اومدین، مثلا چرا محمود سیف اومده این چیزا رو گرفته که جون ملت رو بگیره بکشه. اصل موضوع من این بود که ببینید، یه موقع هستش که یک حکومتی برای حفظ و بقای خودش، برای حفظ امنیت ملی ملتش، همه این تجهیزات رو داره و از اون طرف هم ملت رو، یعنی به ملت رسیدگی میکنه و مسائلی که مربوط به رفاه و آسایش و آرامش ملت باشه رو بهش توجه میکنه و از اون طرف هم خب برای حفظ ملتش میاد میگه که برای اینکه جنگی در ایران صورت نگیره، ما میایم جنگ ها رو خارج از مرزها انجام میدیم و مثلا توی لبنان و سوریه و عراق و افغانستان و اینجور جاها اسلحه میفرستیم، اون از لوکال های اونجا هایر میکنیم و میگیم که آقا شما اونجا بجنگین که مرزهای ما در امان باشه. که خب حالا خود این موضوع هم که من چرا باید آدم های دیگر رو، یعنی ملیت های دیگر رو کشت و فدا کرد برای ملت ایران، من خودم با شما، یعنی مثلا جای سوال اصلا قبول ندارم این موضوع رو، ولی در علی حال در هر صورت حرف اساسی من اینه که خیلی خوب میگید که آقا ضد شورش و همه چی رو گرفتیم برای حفظ امنیت ملی ایران، این محموله های سلاح هایی که به کشورهای مختلف فرستادیم برای جنگ های نیابتی و دفاع از مرزهای ایران بوده که مرزهای ایران دفاع بشه، ولی سوال اساسی من اینجاست که آقا جون شما چرا این همه اختلاس، این همه پولی، فساد مالی که در ایران داره انجام میشه رو پس جلوشو نگرفتین؟ اگر که شما واقعا هدفتون ترویج مذهب شیعه نیست و ابرقدرت شدن در جهان بر اساس مذهب شیعه و ایدئولوژی خودتون نیست، خیلی خوب جنگ های نیابتی رو دارید میکنید، ماشاءالله هزار ماشاءالله، داخل ایران هم همه این تجهیزات رو آوردین که ملت تا صداشون در بیاد میکشین، تیرچپرشون میکنین، این فسادهای مالی برای چیه؟
شما چه خدمتی به ملت ایران کردید؟ ببینید آقای خامنه ای، شما همیشه در سخنرانی هاتون میاین ملت رو میذارین جلو، یعنی ملت رو میذارین صف مقدم، همش از ملت ایران دارین مایه میذارین، در صورتی که برای این جنگ های نیابتیتون، برای داخل فساد های مالی داخل ایران، من تو ویدیو قبلی من گفتم، الان هم اینجا تکرار میکنم، ملت ایران کاره ای نیستن. آقای خامنه ای، خواهش میکنم متوجه شین که در زمان کودکی بنده، وقتی که جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد، ما ایرانی ها آدم هایی بودیم که 8 سال به قول معروف گفتنی دفاع مقدس کردیم. پدر من، پدر خدا بیامرز شخص بنده، اگرچه که با حکومت و نظام و اینجور چیزا نبود، ولی برای دفاع از مملکت و دفاع از ملت ایران با اون آقای چمران تو جهاد سازندگی کار میکردن و کلن غذا و دارو و اینجور چیزها میرسوندند به این آقایون در جبهه و جنگ. یعنی پدر من هم برای حفظ مرزهای ایران در جنگ ایران و عراق شرکت کرد. نتیجه جنگ ایران و عراق چی شد؟ ما چقدر خون شهدا دادیم؟ الان شما بفرمایید که خانواده های شهدا، چند درصد از خانواده های شهدا که بچه هاشونو، همسراشونو، پدرانشونو، برادرانشون رو شهید کردن و فدای دفاع از مملکت ایران کردن، تحت پوشش شما هستن و هیچ مشکل مالی ندارن. از اون ور بیاین توضیح بدین چرا امثال محمود سیف که در سن 17 سالگی از شهرستان، از روستای سامن در ملایر استان همدان، یه تفنگ بهش دادن رفته توی جبهه و اونجا افتاده تو ارگان آقای محسن رضایی و با ایشون دیگه تو جبهه بوده و اومده بیرون، چطور ایشون سردار شدن؟ چطور ایشون همه جور اپورتونیتی بهشون داده شد که بیان بشن اصلا مین کی و مین پلیر خرید اسلحه های نظامی و ساپورت رسوندن این محموله ها برای جنگ های نیابتی شما؟ الان من یه سوال از شما دارم، مگه آقای دکتر سرافراز 2 تا از برادراشون تو جبهه و جنگ شهید نشدن؟ مگه اینا برای دفاع از وطن خون ندادن؟ چرا آقای دکتر سرافراز که واقعا برای ایران دفاع کرد و 13 تا صفت هم بهش دادیم، باهاشون این کارا رو کردین وقتی خواستن جلوی فساد مالی رو بگیرن؟ چرا یه همچین کارایی کردیم؟ الان ما چقدر معلول جنگی تو ایران داریم؟ قطعا شما رکوردها رو دارین، شما آمار رو دارین، ملت ندارن. ولی این خونواده هایی که در زمان جنگ معلول دادن، آیا شما هزینه های حکیم دوای اینا رو دارین میدین؟ چقدر مستند در زمان آقای دکتر سرافراز ایشون دستور دادن که همون آقای تاجیک برن در خصوص مشکلاتی که در سطح جامعه هست بسازن، در خصوص معلولین، در خصوص کسایی که خانواده شهدا اینا بسازن؟ همه اینا رو ببینید، ملت ایران یک بار این کار کرده؟ ملت ایران یک بار خالصانه و خاضعانه جونش رو فدای حفظ مملکت کرده؟ ولی در شرایط فعلی حرف من با شما اینه که چرا انتظار دارید که با جنگ و برای پیشبرد اهداف سیاسی شما، ملت باید بیاد دوباره وایسه و از شما و از ایدئولوژی شما دفاع کنه؟ مگه این ملتی که 8 سال دفاع مقدس با عراق، خون و زندگی و همه چیشون رو دادن، شما به فریادشون رسیدید؟ مگه زندگی خوبی براشون تهیه شد؟ من که خودم به شخص شاهدم، امثال محمود سیف یه دفعه از توی اون شهرستان و روستاها اومدن شدن سردار، خریدهایی کردند و پولهایی بردند و خدماتی به شما کردند که البته خدمتکارن، چون برای شما علل قاعده مهم نیستش که اگر ماشین‌های بنز رو توی اون سال 9000 یورو خریدن و به نیروی انتظامی 17000 یورو فروختن، چقدر این وسط پول گرفتن و بردن، اینا قطعا برای شما مهم نیست. برای شما مهم اینه که این محموله ها به اونجاها رسیده باشه. ولی اصل موضوعی که من گفتم خدمت شما آقای حسین طاهب و اینا، من واقعیت رو به شما گفتم. من دارم میگم که آقا منطقا شما بیاین جواب منو بدین.
منطق داشته باشین. دو به علاوه دو میشه چهار. در داخل ایران این چیزای ضد شورش رو گرفتین که فقط ملت رو دارین خفه میکنین. ملت ایران اون تو هم میدونن. در خارج از ایران هم که خب ماشاءالله هزار ماشاءالله دستتون همه جای دنیا بازه. این وسط هم که حالا من بند دوم گفتم بازگرداندن پولهای اختلاس شده توسط مسئولان و شرکتهای خصولتی وابسته به ایشان از کشورهای انگلیس، کانادا، این رو هم من منطقی گفتم، چون تمام این پولهای شما ببینید، اولا که در این راهی که شما انتخاب کردین من میدونم، شما میدونین، اونایی هم که از سیاست سر در میارن میدونن، یک دونه شما تنها نیستید. شما خب به هر حال کشورهای مختلفی هم پشت پرده مدافع حقوقتون هستن. چرا؟ درسته که اون کشورها با این مذهب ترویج مذهب شیعه شما هم راستا و هم فکر نیستن، ولی تمام کشورهایی که الان دارن به شما کمک میکنن و پشت پرده شما رو حمایت میکنن کشورهایی هستن که چشم ولع دارن به این ثروت ایران و میخوان از طریق پولهایی که شما اینطوری از ایران خارج میکنین کشورهای خودشونو بسازن. آقای خامنه‌ای، من مصداقی صحبت میکنم، من به یمین و یسار نمیزنم، من مصداقی صحبت میکنم. زمانی که محمود سیف و برادران سپاه از سال 2000 توی کشور امارات شروع کردن، شرکت‌های مختلف ثبت کردن به نام کشورهای مختلف، تمام این محموله ها رو برای شما گرفتن رسوندن به ایران، شما نمیتونید بگید که دولت امارات اصلا اطلاع نداشت. اتفاقا دولت امارات خیلی خوب هم اطلاع داشت، ولی چون یه کشوری بود که هیچی نداشتن و میخواستن مملکت خودشونو بسازن، همه چیو لاسیبیلی در کردن انگار که ما نمیبینیم. چرا؟ چون شما پول برده بودین تو اون مملکت. شما با پول ملت ایران و کشور ایران رفتین امارات ساخته شد. وقتی که امارات ساخته شد، آدمایی که اصلا تاریخ نداشتن، هیچی نداشتن، یه دفعه دری به تخته خورد و از صدقه سر جمهوری اسلامی ایران برج‌های کلان ساختن و این کردن و اون کردن، اومدن گفتن خیلی خب حالا دیگه از این به بعد ما خودمون خیلی بزرگیم، شما رو دیگه نمیخوایم. امارات رو انداختن بیرون. شما توی هر کشوری که تشریف میبرین فکر نکنین که اون کشور مد، شما که میدونین اون کشور اصلا دلش به حال ایران و مملکت ایران نمیسوزه. آقای خامنه‌ای، کشور ایران در جهان حکم یه بره توپل مپل خوشگوشت داره که هیچ کشوری در جهان بدش نمیاد این کشور بشه گوشت قربونی، بیاد یه تیکه از این گوشت رو بکنه ببره. در نتیجه من الان از شما جواب سوال من، چیزهایی که نوشتم فوق‌العاده منطقی بود، فکر نمی‌کردم ضرورتی باشه که من بخوام بیام اینجوری برای شما شفاف سازی کنم. میرم سراغ بند 3، خلع قدرت پنهانی فعلی و خروج کامل جناب سید مجتبی خامنه‌ای از بیت و دفتر رهبری و قطع ارتباط کامل ایشان با کلیه مسئولین جدید. آقای رهبر محترم، روزی که من با آقا مجتبی شما جلسه داشتم که اصرار دارم نوار اون جلسه رو علنی بفرمایید که نمیدونم چرا شما نمی‌کنین، من راجع به دو موضوع اساسی با ایشون صحبت کردم. بحث اولم بحث محمود سیف بود، نامه‌هایی که در زمان زندان به شما نوشته بودم و بهشون گفتم ببینید اگر که ایشون دلال بوده یا هر چی بوده، وزارت اطلاعات به من میگه که این اصلا عددی نبوده و فلان و بیسار، شما باید با ایشون برخورد کنین چون فساد مالی داشتن. همرم با اون خودکار دوپوندشون آقا مجتبی شما نوت برداری کردن تو دفترچه‌شون. بحث اساسی من سر فساد مالی بود. دومین موردم مورد اینو گفتم که پشت آقای دکتر سرافراز هستید با فساد مالی مبارزه بکنن یا نه، که جواب ها رو تو ویدیوهای قبلی گفتم. و نکته اساسی رو شما به طور کامل فراموش کردید که آقا شهرزاده میرقلی خان یکی توی توییتر برای من نوشته بود که چه میدونم پنجه انداختن به چهره نمیدونم قدرت و فلان و بیسار و اینا نشان ضعف. نه، اتفاقا نشان ضعف نیست، چون شهرزاده میرقلی خان 12 سال آزگار برای شما نوشته. ببینید من نیومدم برم با اپوزیسیون های شما همکاری کنم، ال کنم، بل کنم، بخوام برانداز رژیم باشم. من به طور مستقیم اومدم خدمت شما
براتون نامه نوشتم، از محمود سیف گفتم و رفتار شما مصداقه، یعنی تصدیق کننده اینه که هر آنچه که من نوشتم حقیقت محض بود. چرا؟ چون من زمان زندان برای شما نوشته بودم 1, 2, 3, 4, 5, 6 این تیتر خریدهایی که ایشون برای شما کرده بود. نمونش گوشی های سریا سال 2001 برای افغانستان از طریق کشور امارات، که خود آقای سیف از توی افغانستان از گوشی سریا به من زد و من هنوز توی این دفترچه خاطرات گذاشتم شمار تلفن سریایی که ایشون به من داده بود و دارم. من برای شما همه اینها رو نوشتم، ازتون خواستم که محمود سیف رو جلوشو بگیرید. شما چیکار کردین در عمل؟ آقای محمود سیف نام و نام خانوادگیش اول اون موقع که میخواستین بفرستینش سوریه که شد محمد سیف، بعد که من رفتم آمریکا تو زندان شد محسن ساجدینیا، بعد توی مجموعه یاس با آقای مهدادی سپاهتون بود، اون موقع که من دیگه تو زندان بودم کاری نداشتم. نمیتونید بگید که چون تو یه آدمی بودی که واسه ما کار نمیکردی، چون ما تو رو اصلا آدم حساب نکردیم. آقا من سند دارم برای شما نوشتم، هر آنچه که من برای شما نوشتم 180 درجه برعکسش رو اقدام فرمودید. آقای خامنه ای، من نمیدونم به چه زبونی دیگه من باید برای شما این مسائل رو شفاف سازی کنم. من اصلا اصل صحبتم فقط با شخص شماست. مگه شما رهبر نیستی؟ مگه تمام قدرت ایران دست شما نیست؟ چطور میتونی بگی خبر نداری؟ مرد مؤمن، اگر واقعا مؤمنی، چطوری شما الان میخوای بگی، یعنی با تمام این تفاصیل شما میخوای بگی در عمل قدرت نداری؟ خب این قدرتی که دست آقا مجتبی است رو از ایشون بگیرین، قدرت رو در دست خودتون بگیرین و اقدام کنین. این شفاف سازی بند 3. در خصوص بند 4، منصوب کردن پاکدستان و وطن دوستان دلسوز و جسور. من خدمت شما عرض کنم، من تمام نامه های زندانم مشخصه، بر من حجت تمام شده بود که شما و بیت و همه فقط دنبال افرادی مثل محمود سیف هستن، حالا به خاطر این ترویج مذهب شیعه و فلان و بسار اینا. بر من زمانی که در زندان بودم با بلاهایی که سرم آوردن و شما کردین، حجت بر من تمام شده بود. وقتی من برگشتم اومدم ایران و به زور وزارت اطلاعات، که اون هم بچه‌های وزارت اطلاعات میدونن، قطعا الان شما میدونین وزارت اطلاعات چرا نتونست دست به من بزنه، به خاطر اینکه کل نامه های زندان من روی CD بود، خارج از کشور بود و دست به من میزدن اینا میرفت رو اینترنت. شما میدونید من وقتی اومدم ایران با آغوش باز اومدم برای مرگ. بارها زمان محمود سیف سوء قصد کرده بود، این گوله از اینجای پیشونیم رد شد، نمردم و اومده بودم. میدونستم شما میکشین، شما همه رو میکشین، من با این دوتا چشمام دیدم. در نتیجه وزارت اطلاعات نمیدونست باید چیکار کنه. اومدن به آقای سرافرازم گفتن منو فرستادین توی شبکه پرستیوی که تحت کنترل باشین، ولی اینجا هم من نباید بیام پاسخگوی اشتباهات یا کمکاری های وزارت اطلاعات شما رو بدم. وزارت اطلاعات، آقای دکتر سرافراز که من باهاشون آشنا شدم، همیشه میگفتن که ایشون نقش بسزایی داشتن در اینکه من نظرم در مورد شما عوض شه و بگم که خیلی خوب، حالا تمام این اتفاقاتی که داره میفته در زیر مجموعه ایشونه، ایشون اطلاع نداره. که صدها بار به دکتر گفتم دکتر اجازه بدی من یه چند تا نامه های زندانم رو بدم، شما اینو ببر برسون به دست رهبر. چقدر در زمان پرستیوی من چند تا نامه برای شما نوشتم آقای خامنه ای. من چند بار از طریق آقای دکتر سرافراز درخواست کردم که وقت ملاقات با شما داشته باشم. من که آقا مجتبی‌تون رو دیدم تمام این مسائل براشون شفاف سازی کردم. ولی در عمل شما چه کردید؟ در عمل آقای طائب، هزار الله اکبر، تشریف آوردن، اسناد و مدارک رو، همون نامه های زمان زندان من که 1, 2, 3, 4, 5, 6 توش نوشتم همه چیو، خب اونا رو خواستم بدزدن، بگن ایشون اصلا زندان نبوده، جاسوسه، که چی؟ راحت سر به نیستم کنن. من که هنوز الان زنده اینجا نشستم با
با ضرس قاطع میگم زنده بودن من تا امروز بزرگترین معجزه الهی در طول تاریخ، چون میدونم با کیا طرفم. به هر حال میخوام بگم که آقای دکتر سرافراز خواستن که نظر من رو عوض کنم. من هم دوباره در چهارچوب قوانین و موارد یعنی قانونی و حقوقی من برای شما نامه نوشتم. من هی برای شما نامه نوشتم، هی ویدئو ضبط کردم، هی فرستادم، هی گفتم آقا بیدار شو، آقا بیدار شو. اصلا انگار نه انگار هی نشستین اونجا که آقا این در شأن ما نیست، این فلان نیست، این بیسار نیست. یعنی چی؟ من عضوی از ملت ایرانم. اگر که مردم ایران برای شما مهم نیست، برای چی به جنگ دعوتشون میکنی؟ چرا از ملت مایه میذاری؟ چرا از ملت مایه میذاری؟ من به شما گفتم پاک دستان رو بیاریم بذارین، چون آقای سرافراز شما میدونین که واقعا پاک دستن و من مطمئنم که فقط یه دونه آقای سرافراز تو اون حکومت و نظام شما نیست. البته که جناب آقای طائب و آقا مشتواتون هرچی که پاک دست باشه رو میزنن قل و قم میکنن و نمیذارن در قدرت باشن و قدرت بگیرن. ولی کلن حرف اساسی من این نبود که آقا شما بیان برین سرنگون شین و یه حکومت دیگه بیاد. چرا؟ چون در طول تاریخ هر انقلابی که شده اوضاع ملت بدتر شده که بهتر نشده، هر جنگی که شده اوضاع جهان بدتر شده که بهتر نشده. شما میدونی، منم میدونم. من اومدم گفتم آقا ما این همه پتانسیل تو کشور ایران داریم، اقتدار به خرج بدین، بس بسه ملت و ایران براتون اهمیت داشته باشه. مذهب شیعه رو شما به زور نمیتونی اینجکت کنی تو مغز همه عالم و آدم. شما به زور اسلحه و بمب و موشک و جنگ و فلان و بسار اینا نمیتونی همه رو مسلمان شیعه بکنی. آقای محترم، آقا عیسی به دینش، موسی به دینش، شما میخوای بگی خدایی؟ نمیشه. این مورد چهارم که من خدمت شما گفتم، اخراجی و دادگاهی شدن رئیس فعلی قوه قضاییه که در اون زمان آقای لاریجانی بودن. آقای خامنه ای، تو رو خدا نگین اینم نمیدونین. نمیدونین آقای لاریجانی ملیجک دست آقای طائب و آقای مجتبی بود، اصلا تیم اونهاست. این همه اعدام هایی که کردین، ببینین توی حکومت شما یکی اسناد محرمان سری که باشه که همه تو کاغذ خورد کنه، همه تو کاغذ خورد کنه. حالا تو حکومت شما هم نه، همه جای دنیا همینه. شاهد زنده هم هر کی بخواد باید بره تو قبرستونا دنبالشون بگرده. همه میدونیم. من خدای خیالی و ذهنی خودم تا الان حفظم کرده و مطمئنم که حفظم هم خواهد کرد تا آخر این راه. در نتیجه من وقتی به شما گفتم این همه بیعدالتی بود، چقدر آدم بیگناه ها این تایم اومد پرونده سازی کرده الان تو اوین گذاشتین. این پنج دختر بیچاره که چهار تا دونه روسریشون رو در آوردن که حالا شما جهنم رو تو زمین براشون دارین اجرا میکنین، بردین انداختین کنج زندان. هر روزنامه نگاری، هر خبرنگاری یک خط یه چیز بزنه که به ذائقه شما خوش نیاد و بوش بیاد که یه اطلاعاتی رو میخواد بده بیرون، زندانه، جاسوس، اعدامه. من از حقایق و واقعیت‌های عملکرد شما دارم میگم. ببینید الان موضوع من و شما بحث اینه که آقا من سند دستم دارم، به عنوان مثال این کتاب که الان خدمت شما نشون میدم که کتاب دومم مثلا در چه مواردی هست. اجازه بدین شما اینجا رو، حالا برعکس هم هست، اینجا رو ببینین توی قسمت صفحه 74 و 75 که من از سفر آقای سیف به مصر صحبت کردم توی می ماه 2001، در کتاب دومم این قسمت رو کامل باز خواهم کرد که آقای رحیمی و حیدری در منزل سارا بلازای ما تشریف می آوردن، ملاقات هایی داشتن، من رکوردر سونی از ترس جونم و تهدیدهایی که می شدم می زاشتم و تمام اینا رو شنیدم.
ببینید من سند که میگم کتاب، من کتاب مینویسم، تمام نوت‌هام هم دارم. برام مهم نیستش که بخوام، من چیزی رو نباید به ملت ایران ثابت کنم. من سند دارم که آقا من این نوشته رو نوشتم فرستادم برای آقای رهبر، توجه نکردن ویدئو درست کردم، توجه نکردن از طریق رسانه ها خدمت رسیدم، توجه نکردن با آقای دکتر سرافراز که وارد این قضایا شدن از طریق آقای دکتر سرافراز اقدام کردم، توجه نکردن دیگه آخر آخرش اومدم این هشت بند رو براشون شفاف سازی کردم. در نتیجه اقدامات و اعمال شماست که مصداق و تصدیق کننده صحبتهایی که من دارم میکنم. الان اینم که گفتم قطع فوری بودجه های کلان جنگ های نیابتی، من همچنان هم میگم ضرورتی برای جنگ های نیابتی وجود نداره. شما اگه جلوی فساد مالی رو تو ایران میگرفتین، کل این پول هایی که تو کشورهای دیگه دارین میفرستین که اونجا کارهاتون رو انجام بدین تو خود ایران بود، با تمام تحریم هایی که امریکا رو ایران گذاشت، امریکا واقعا هیچ غلطی نمیتونست بکنه، چون ملت ایران عاشق ایرانه. ما ایرانی ها اصالت داریم. اگه همه چی توی مملکت خرج میشد جلوی این فسادها گرفته میشد، ملت راضی بودن، شما کار خودتونو میکردین، ملت هم زندگیشونو میکردن. ولی الان این شادو و این سایه جنگ و اووردین گذاشتین روی کشور ایران که دو حالت بیشتر نداره. آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای دو حالت بیشتر نداره. یا زمانی که محمود سیف سال 2006، حالا شما ها میگین اطلاعات سوخته است، ولی من همچنان اطلاعات سوخته‌ام تو کتاب دوم هم نوشتم، ولی سال 2006 میگفت به ایران دست بزنن، سه تا موشک میفرستیم، سه تا شهاب 6 میفرستیم به اسرائیل و بالاخره جنگ جهانی میشه و اگر که قرار باشه ما نباشیم هیچ کس نباید باشه. یا اون مصداقشه درسته، یا اون حالت درسته، یا اینکه نه خیر، پشت پرده سران ایران و آمریکا و اسرائیل و روسیه و تمام کشورها با هم دیگه ملت‌ها رو ابله گیر آوردن و میخوان همینجوری با سایه جنگ و ایجاد ترس و رعب و وحشت و اینجور چیزا به همون اهداف سیاسی پلیدشون دست پیدا کنن. من همچنان دارم میگم اون آقای ترامپ دیوانه، اون آقای ترامپ دیوانه که مشکل مغزی داره، اصلا منطقی نیستش که آقای ناوگان و همه این چیزا رو فرستاده تو خلیج فارس که بچه بترسونه. مثلا دولت آمریکا اون زمان که من تمام این چیزا رو فایل کردم، حالا 5 سال طول کشید که اینتلیجنسشون بیان بفهمن که آقا چقدر صداقت داشت نداشت، بعد بیان اسم محمود سیف رو بذارن توی لیست تحریم ها و فلان و بیسار اینا. نمیدونه شما خارج از کشور چه کارایی میتونی بکنی، نمیدونه شما چقدر خطرناکین برای جهان. خب علال قاعده اگه بازی پشت پرده داریم بالا غیرتن، شما رو به اون محاسنتون قسم بابا ول کنیم، بیاییم بگیم آقا ملت خیلی خوب، نه جنگه نه هیچی، فساد هم همینه که هست، اصلا همه تونم میکشیم چون ما اینو میخواییم. اگرم که نیست آقا منطقی بر عمل کنیم. چرا بهانه دارین میدین دست دولت آمریکا؟ چرا بهانه میدین دست دولت آمریکا؟ ملت رو راضی کنید. آمریکا هیچ غلطی واقعا نمیتونه بکنه. تمام اسلحه هایی که به عربستان سعودی و امارات و این ور اونور فروخته که حالا تو ماه رمضان به دلیل اینکه اینا مسلمانن خدا رو 3000 مرتبه شد آمادگی حمله ندارن و بعد روزه هاشون رو بگیرن و فلان کنن و بعدم تو یمن خودشون کم آوردن و حالا به دلایل مختلف نمیتونن این کارو بکنن، شما بهانه رو از دست دشمن بگیر دیگه. آقا روی این هشت بند اقدام کن. من نمیدونم به خدا دیگه به چه زبونی باید به شما بگم. الان شما میدونین امریکا مگه 9/11 خودشو نزد؟ همه میدونن، یعنی چیز جهانیه که همه میدونن. چرا خودشو زد؟ به خاطر اینکه بتونه در همه کشورها رو وا کنه، بره تو کشورهای مختلفه که آی تروریست 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 فضولی کنه، پای جاپاهاشو تو کشورهای مختلف محکم کنه. الان هم شما چه ضمانتی داری اگر که پشت پرده با دولت آمریکا و انگلیس و اینا نیستین؟ شما چه ضمانتی داری که
آمریکا، همین ناوهای چند تا هم نفتکش‌های عربستان سعودی رو آمریکایی‌ها نزده باشن، بگن ایران کرد، که بهانه داشته باشن اون جنگ جهانی را بیفته مثلا. شما چه ضمانتی داری؟ آقا من دارم از منطق وقایع روز و اتفاقاتی که داره میفته میگم. شما بی جواب من الان بده. این حالا گفتم که قطع بودجه های کلانم به این دلیل بود، به خاطر اینکه خب شما اگه بودجه های کلان جنگ های نیابتی این همه دزدی رو به جای اینکه پولا رو بریزین کشورهای دیگر رو بسازین، به جای اینکه پولا رو بریزین تو کشورهای دیگه جنگ کنین، آدمای بیگناه و معصوم، آدمیزاد آدمیزاده، چه فرقی میکنه ملیتش ایرانیه، ملیتش استرالیاییه، ملیتش چه میدونم سوریهیه، چه فرقی داره آقای محترم؟ آدمیزاد آدمیزاده، ببعی نیست که ذبح روز قرآن روز عید قربون بشه. میومدین کشور رو میساختین، کشور رو میساختین، همه چیزایی که من میگم مصداق اعمال شما در ایران موجوده. زلزله میگم، زلزله، سیل اومد، چه فکر کردی؟ هیچی. ولی این آقای قالیباف مثلا توی استرالیا شاپینگ مال ساختن، هزار الله اکبر، ماشاءالله ماشاءالله. مورد هفتم، بازگرداندن مغزهای به خارج رفته به ایران. تو کشور آمریکا، توی همین ناسا، تو دانشگاه‌های مختلفش، شاگرد اولو مغزهای مغز مثل اون خانم ریاضیدان خدا بیامرز که سرطان گرفتن فوت کردن، چقدر ما مغز ایرانی داریم؟ یعنی اگر این مغزها در ایران باشن با اون ثروت ملی که ما داریم، با اون امکاناتی که توی ایران داریم، اگر دزدها برن، اگر دوست ها و غارتگرا برن، واقعا نمیتونن تو ایران تکنولوژی از هر حیثی ایران رو قوی و روپا و محکم کنن بدون جنگ و خونریزی. اینم واقعا معقول بود. شما مغزا رو میفرستین بیرون که در خدمت کشورهای دیگه باشن، که اینم باز دوباره برمیگرده به اون دو حالت که آیا پشت پرده هر با همین، یا اینکه نمیدونم. و موضوع هشتم هم جلوگیری از اجبار دین برای مردم انتخابی شدن بود، انتخابی شدن مقوله حجاب بود. من با ذرس قاطع خدمت شما عرض میکنم، شما نه خدایی، نه پیغمبر خدایی، نه فرستاده و رسول خدایی، نه حکم داری از طرف خداوند، حالا اون خداوندی که شما معرفی میکنین که علا علا، نه حکم داری، نه هیچی. شما حقی نداری که بخوای به زور این مذهب شیعه و اعتقادات و باورهای مذهبی خودتو تو مغز میلیون ها میلیون نفر بخوای فرو کنی. آقا حرف با عمل باید یکی باشه، چون ماشاءالله هزار ماشاءالله الان نسل جوان ما دیگه این نسل جوان ما که زمان جنگ 8 سال زیر بمب بزرگ شدیم و جنگ و فلان و بیسار اینا نیستن. تکنولوژی هم که پیشرفت کرده، منطق باید داشته باشه کاراتون. دو به علاوه دو میشه چهار. شما نمیتونی بگی آقا دو به علاوه دو میشه صفر، نمیتونی. در نتیجه آقای رهبر، من دیگه نمیدونم دیگه، در حد خیلی کوتاه حد اکثر تلاشمو کردم این هشت مورد رو برای شما شفاف سازی کنم و خدمتتون بگم که فرصت رو مغتنم بشمرین. اگه واقعا هم دست آمریکا نیستین و از پشت پرده چیزهایی نمیدونین که ما نمیدونیم، چیزهایی میدونین که ما نمیدونیم و اینا همه بازیه واسه تحت ترس و رعب و وحشت قرار دادن ملت و اینجور چیزا، اگه واقعا اینجوری نیست شما باید روی موارد اقدام کنید. چون موارد من واقعا منطقیه، من از حیث قانونی عمل کردم، نامه رو از طریق آقای دکتر سرافراز به دستتون رسوندم، همین نامه هم خیلی نامه های قدیمه دیگه هم، غیر از اون چیزایی که زمان زندان بود. آقای اگر من هیچ شأن و جایگاهی ندارم، اصلا عددی نیستم جزء ملتم، آقای دکتر سرافراز بنده منتخب شما بودن که زمانی که خواستن با فساد مالی جلوگیری کنن، از فساد مالی جلوگیری کنن، آقای طائف و آقا مجتبی‌تون جلوشون وایسادن. لذا قدرت رو از آقا مجتبی بگیرین، به فکر ملت و ایران باشین. آقای خامنه‌ای، ما هیچ کدوممون نمیدونیم که از طریق مرگ طبیعی کی میمیریم. ترسم از آن که
بخوابین، بلند نشین و در محضر الله حاضر باشین که دیگه اونجا نمیدونم چجوری میخواین پاسخگو باشین. پس تا فرصت رو از دست ندادین و زنده این، اقدام بفرمایید. خیلی ممنون و متشکر. دیگه ایشالله که شفاف سازی به اندازه کافی کرده باشم، مجبور نشم بیشتر از این شفاف سازی کنم. خدا نگهدار.